ارزم به حضور شما، اینه که من جمله رو گم میکنم ممکنه با این دو مرتبه شروعش بکنم و تکرار اینها باعث میشه که مخاطب ما یه مقداری آشفتگی ذهنی ایجاد کنه براش. شاید سوال پیش بیاد که خب ما داریم با مشتری صحبت میکنیم در یک جلسه رسمی یا یک کنفرانس خبری، خریدارتون رو نسبت به حتی اعتبارتون در خصوص کار و حوزه‌تون متقاعد کنید. شما یا یک پارچه به جا، به موقع و متناسب با شرایط گفتگو رو جلو ببری و از واژه‌های مربوط به اون حوزه و به اون مذاکره استفاده بکنید، مخاطب شما لذت بیشتری از این مذاکره میبره و وقت بیشتری قرار میده که بتونه پای حرف شما بشینه و یا حتی با شما هم کلام بشه. دیدید بعضی وقتا طرف مقابل برمیگرده میگه که از مصاحبت با شما لذت برده، از اینکه پای حرفتون نشستم و صداتون رو شنیدم لذت بردم. خیلی مواقع پیش میاد که خریدار به شما بگه خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید، من حقیقتا میخواستم یه موضوعی رو خدمتتون بگم. بله خواهش میکنم بفرمایید. گرمای صدای شما خیلی جاذبه داشت و من از اینکه این صدا رو میشنیدم لذت میبرم و میخواهم بود. یعنی چی؟ یعنی یه جایی اعتماد من به شخص شما به لحاظ لحنی که با من برقرار میکنی بالا رفته و توی کلامت صداقت دریافت میکنم، توی کلامت اعتماد رقم میخوره، حس میکنم که تو کارتو بلدی، حس میکنم مدت زیادی که تو این زمینه داری کار میکنی، بلد کاری. من یه سری احتمالات رو هم اینجا مطرح میکنم از زاویه ذهن مخاطب که شما باشید. چه چیزی؟ این موضوع که باز ممکنه در ذهن شما شکل بگیره که مخاطب، خریدار، مشتری به ما بگه این طرف خوب بلده حرف بزنه، پس خوب بلده ما رو دور بزنه، پس خوب بلده که ما رو مثلا تو این موضوع متقاعد کنه. گیریم که اصلا همچین برداشتی هم مخاطب شما بکنه. مگه شما قراره غیر واقعی معامله کنید یا یه چیزی که وجود نداره رو غیر صادقانه به فروش برسونید؟ اتفاقا وقتی که صداقت رو در کلام شما یا حرفه‌ای بودن ارتباط کلامی رو در شما به دست بیاره، ولی که اصلا فکر کنه شما زبون چرانر میام دارید، خواسته اون که شنیدن صدای شما نبوده، که خواسته اون خرید از شماست، اما صدای شما، لحن شما، نوع گفتگوی شما، کلمه ها، واجه ها و جملات شما میتونه اون رو و اعتماد اون رو به سمت شما جلب بکنه. خب حالا فهمیدیم اصلا تکیه کلام داریم یا اصلا میخواییم جلوگیری کنیم از اینکه درگیر بشیم با تکیه کلام، چیکار کنیم که اینها رو نداشته باشیم، کنترلشون کنیم یا اصلا حذفشون کنیم؟ اول باید بیایم بشناسیم که تکیه کلام از کجا داره اتفاق میفته. تکیه کلام یک امر ناخودآگاهه، یعنی ما اصلا بهش فکر نمی کنیم، خودمون نمیریم فراخوانیش کنیم که بگیم اینو الان باید استفاده کنم. یه شرطی سازی ذهنیه. شما وقتی یه چیزی رو دائم تکرار میکنید، کم کم ملکه ذهن شما میشه و به طور ناخودآگاه لابلای کلام شما خودی نشون میده. حالا گفتیم این یا شامل یک سری آواها میشه یا شامل یک سری کلمات و واژه ها میشه. مثلا آوا مثل چی؟ مثل اینکه من با شما صحبت میکنم، بعد لابلای صحبتم میام از همین واژه استفاده میکنم، دارم گفتگو رو انجام میدم با این حالت. آره حتما این اتفاق رقم میخوره و اجازه بدید من بررسی هامو انجام بدم. اینا یعنی چی؟ بگیم خب یعنی تکیه کلام. بگیم خب این تکیه کلام چرا داره اتفاق میفته یا
یا حتی اون واجه ها ارزن به حضور شما در واقع مثلا تکیه کلام چون ناخودآگاه اتفاق میفته، سیستم عصبی ما زمانی که تمرکزش رو از دست میده، زمانی که به دنبال واژه‌ای میگرده که به جا و متناسب ازش استفاده بکنه و نمیتونه خوب پیداش کنه به دلیل پراکندگی یا آشفتگی ذهنی ما، باید فرصت بخره، باید زمان ایجاد کنه، باید وقفه ایجاد کنه تا بتونه بره و بعد در اون دیتابیس های ذهن ما، در طبقه بندی سیستم فکری ما اون واژه رو پیدا کنه بیاره. حالا این ممکنه به دلیل خستگی ذهن، به دلیل پراکندگی و آشفتگی محتوای فکر ما، یا به دلیل اینکه ذهن ما تمرکز نداره و درگیر یک موضوع دیگه است و همزمان داره پردازش میکنه اتفاق بیفته. یعنی ذهن ما سرحال نبوده باشه، از این آواها یا از این واژه ها بهره میبره تا فرصت بخره تا واژه و جمله مورد نظر رو پیدا کنه. خب مخاطب ما که یک شخصیت شناس نیست، یک متخصص در حوزه روان نیستش که بگیم متوجه میشه که ما الان ذهنمون آشفته است. اون ممکنه در اون لحظه با این توقف ها در کلام ما درگیر چی بشه، درگیر این که طرف مقابل هم خودش هم نمیدونه چی میخواد بگه و آگاه نیست نسبت به چیزی که داره میگه. وقتی که داره صحبت میکنه و من بهش میگم خب قیمتتون، لیست قیمتتون، میگم اجازه بدید من حتما براتون آمادش میکنم، این یعنی در ذهن مخاطب داره این مسئله شکل میگیره که این فرد الان یه سوالی ازش پرسیدم و جوابش رو نمیداند و میخواد یه جوابی بسازه به من تحویل بده. خب واقعیت هم همینه، چون اون لحظه ممکنه دچار یک فراموشی لحظه‌ای شده باشه، دنبال جواب میگرده و باید توی ذهنش جواب ایجاد کنه و به من بده، پس یه فرصت لازم داره. معمولا تکیه کلام اینجور مواقع اتفاق میفته و شکل میگیره. بگیم خب حالا این شکل گیری تکیه کلام رو چجوری حذفش کنیم؟ سه تا راهکار میخوایم مطرح بکنیم. من رو فهمیدم تکیه کلام دارم، چی کار کنم؟ اولین گام قبل اینکه وارد تکنیک بشیم، باید بریم بگردیم دنبال چی؟ اینکه تکیه کلام ما چیه؟ تکیه کلام رسمی و اساسی خودمون رو پیدا کنیم. وقتی که تکیه کلام رو پیداش کردیم، اون وقت باید بیایم بریم، یعنی بعد از شناسایی بیایم بریم در جهت حذفش. خب اینجا من یه توقف بزنم. فائزه که در مورد آموزش زبان میگه، اون یه تکنیکیه که شما برای جا انداختن موضوع در ذهن بچه‌ها ازش استفاده میکنید، درست؟ ما داریم در یک کلیت کلامی صحبت میکنیم، یعنی یه جایی شما به عنوان تکنیک ازش استفاده میکنی در موضوع گفتاری خودت، یه جایی میخوای در حوزه برقراری ارتباط ازش بهره ببری، اونجا میشه حوزه آموزش. و اگر هم یه مقدار دقت بکنیم، اینجا منظور از آواها با اون آواها یکم تفاوت هم میکنه دیگه. اینجا آواهای خود ساخته است و معمولا هم در یه هیته قرار میگیره که این آواها میتونه به ما فرصت فقط بده، یعنی اصلا به آوا ما فکر نمی کنیم. یه عادتیه که ما این شکلی این آوا رو ساختیم. یعنی اگر بخوام یه مقداری مسئله رو حلاجی کنیم و تحلیل کنیم، میگیم یه جایی ممکنه آواهایی که در بحث زمان انگلیسی ما به بچه ها یاد بدیم کم کم ملکه ذهنشون بشه و این تکرار بشه. یعنی آموزش دهنده باز باید اینجا حواسش به این باشه که این آوا تبدیل به عادت نشه. مثل چی میمونه؟ مثل یه فرد بیماری که برای موضوع بیخوابیش میره پیش روانپزشک، روانپزشک بهش داروی
آرام بخش و خواب میده. اما میگه این دوز مصرفش مثلا یه ماه هست. حالا اگه این شخص 3 ماه 6 ماه به این فرایند ادامه بده خارج از اون ساختار و چارچوب، دیگه وابسته به اون دارو میشه و بعد باز حالا باید میایم ببینیم روی حوزه مصرف دارو یا سوء مصرف داروش کار میکنه. اوکی؟ پس میشه یه جایی ازش استفاده کرد. خاطرت باشه من الان بهش اشاره کردم دیگه، آواها به ما کمک میکنه که بتونیم وقفه ایجاد کنیم برای پردازش ذهنی. اوکی؟ خیلی خوب. رضا میگه راه شناسی تکیه کلام. همین، وقتی شما صحبت میکنید تکیه کلامتون رو باید پیدا کنید. چجوری؟ خب یکی از تمرین هایی که شما میتونید در موضوع پیدایش یا شناسایی تکیه کلام ازش بهره ببرید، ضبط کردن صداتونه. شما به مکالماتی که با دیگران انجام میدید توجه کنید، اینها رو ضبط کنید. بعد از پایان مذاکره و مکالمتون بشینید مکالمه و مذاکرتون رو گوش کنید. بعد از گوش دادن به اون متوجه میشید که کجاها لنگشی در گفتگو دارید، حالا در لحنتون، در استفاده از واژه ها، در توقف ها یا همون تکیه های کلام، اینا رو میتونید پیدا کنید. پس یکی از راه های اساسیش ضبط کردن صداتونه که به صدای خودتون گوش کنید. اوکی، میخواییم حذف تکیه کلام کنیم. یکی از راه ها موضوع شرطی سازیه. ببین ما عادت کردیم از یک داستانی پیروی کنیم در ذهنمون. این داستان چیه؟ این داستان همینی که بعد از شنیدن صدامون در صدای ضبط شده متوجه شدیم که آقا ما در بین کلام هی از آوای یا آ مثلا داریم استفاده میکنیم. این توی ذهن ما ثبت شده. چجوری بیاییم حذفش کنیم؟ یه وقت ما متوجهش میشیم، در این توجهی که به دست میاریم میریم کنترلش میکنیم، بگیم هر زمانی که این جمله در این آوا در ذهن ما شکل میگیره که میخواد اتفاق بیفته، چون حواسمون بهشه و متمرکزیم تکرارش نمیکنیم، سریع ازش رد میشیم. ولی میگیم این کار سخته. چرا؟ چون وقتی شما درگیر مذاکره میشید، درگیر گفتگو میشید، تمرکزتون میره روی موضوع مورد بحثتون و عملا دیگه دقتتون از نوع گفتار و لحنتون گرفته میشه. چه کار میتونم بکنم؟ باید از نظام تشویق و تنبیه استفاده بکنم. یعنی در اون لحظه ای که من این اتفاق برام رقم میخوره، باید در همون لحظه من خودم رو آگاه کنم. ما قبلا این تمرین رو به بچه ها میدیم به این ترتیب که میگیم یه دونه کش پول ببندید دور مچ دستتون و این همیشه هست دیگه، جلو دستتونه. حالا ما اینجا داریم در مورد مذاکره تلفنیشون صحبت میکنیم دیگه، دنبال نیستیم که بگیم آقا در پوشش و ظاهر مذاکره حضوری که ما یه کش دم دستمون ببندیم خب دیده میشه. میگه فعلا در حوزه تلفنی تمرین بکنید و در همین تمرین و حوزه تلفنیتون این موضوعتون رو حل و فصل بکنید، دیگه در حضوری دیگه این تکه کلامی وجود نداره دیگه. خب چیکار باید بکنیم؟ این کش رو دست منه و من دائما میدونم که برای چی بستمش. زمانی که دارم صحبت میکنم یه جا ممکنه که بیام از تکه کلام معروف خودم استفاده کنم، حالا یا آواز یا واژه است هر چی. در همون لحظه به جایی که بخوام جمله بندیم رو به هم بریزم و گفتگوم رو متوقف کنم، کش روی دستم رو میگیرم، میکشم، ولش میکنم. این چه اتفاقی میفته؟ من یه دردی رو حس میکنم. این دردی که من حس میکنم چه ربطی داره به زبون من، چه ربطی داره به تکه کلام من؟ خب ارتباطش در یه جا خیلی واضحه دیگه. کجا؟ درد من کجا پردازش میشه؟ در سیستم عصبی، در مغز من. تکه کلام از کجا داره میاد؟ از همون ناخودآگاه در سیستم عصبی، مغز من. نظام تشویق و تنبیه کجا قراره پاسخ دریافت بکنه و تایید دریافت بکنه؟ در همون مغز من. پس همه جا به یه نقطه میرسیم در اینها که پردازششون داره در درون مغز من اتفاق میفته. در لحظه ای که من تکه کلامم رو اجرا میکنم، دردی که بر من عارض میشه
به من این آگاهی رو میده که از اینجا به بعد هر موقع که تو از تکه کلامت استفاده کنی قرار تنبیه بشی. تنبیهت هم درد داره. یعنی عملا درد به من میآموزه که دوباره تکرار نکن. مثل تنبیهاتی که در دوران بچگیمون بابام شده. من امون میکردم. این منعیات باعث میشه یا این تنبیهات یا این درس‌ها باعث میشه که ما در اون لحظه‌ای که مغزمون به طور ناخودآگاه خود به خود داره میره اتوماتیکوار داره میره سمت یک تکرار، با این تنبیه مانع براش ایجاد بشه و جلوگیری بشه و این میشه شرط ذهن ما. بچه های برنامه نویس با این مقوله آشنا هم دیگه، if then، حالا این مال زمان بیسیکه دیگه، پایه ترین زمان رو ما داریم میگیم. یه شرطی رو میخواد شما ایجاد بکنید، یه حلقه رو میخواد، یه لوپی رو میخواد ایجاد بکنید، میگید اگر مثلا آ مساوی شد با یک then آنگاه مثلا آی به اضافه به بشود سی. به برنامه نمیشه نمیشه. بعد این رو توی لوپی هم ممکنه قرار بدید و این تکرار میشه، یه شرط ایجاد میکنه. این نظام مغز ماست دیگه. و از این نظام اساسی مغزی ما داریم بهره میبریم برای اینکه بتونیم موضوعی رو در ذهنمون کنترل کنیم. حالا میگید خب دائما باید با کش بزنیم روی دستمون؟ نه، چون این قرار شد دائما خودتون رو تنبیه بکنید که عملا سیستم تفکریتون رو وادار میکنید که از یک سیستم بسته تبعیت کنه. شما با این کار آگاهیتون رو بالا میبرید، ناخودآگاهتون رو به خودآگاه تبدیل میکنید، ناهوشیاری تبدیل به هوشیار میشید. حالا اونجا به بعد شما زمانی که بخواد اون واژه در ذهنتون شکل بگیره، چون اون واژه مساوی شده در ذهن شما با درد، بلافاصله درد در ذهنتون تداعی میشه و خود به خود جلوی اون تکرار گرفته میشه بدون اینکه حتی خودتون بخواید روش تمرکزی بگیرید. این حالا یک ساختار روانشناختی داره که خیلی توش وارد نمیشه، اما اینکه چرا این اتفاق میفته رو من تقریبا به طور خیلی عام و ساده براتون مطرح کردم. پس یک کشی اگر دور دست اون ببندیم، زمانی که داریم تکرار میکنیم، با هر بار تکرار یه بار خودمون رو نسبت به درد آگاه بکنیم و تنبیه بکنیم، به مرور زمان دیگه لازم نیست کشو ببندیم، خود به خود سیستم ذهن ما عادت میکنه. یه تکنیک دیگه اینه که ما در بین صحبت کردن هامون وقتی که متوجه میشیم قرار تکه کلام صورت بگیره یا حتی تکه کلام رو داریم اجرا میکنیم، یه چند صدم ثانیه ای در حد شاید نزدیک به یک ثانیه یه سکوت ایجاد میکنیم که بدون ایجاد یک آوای تکیه کلامی یا یک جمله یا واژه تکیه کلامی به مغزمون فرصت پردازش رو بدیم. چرا؟ چون گفتیم وقتی تکیه کلام رو استفاده میکنیم در اصل مغزمون میخواد فرصت پردازش پیدا بکنه. حالا ما بیام این موضوع پردازش مغزی رو بدون صدا کنیم، بدون تکیه کلام کنیم، بدون آوا کنیم. از یه تمرینم میتونه این باشه که وقتی من دارم صحبت میکنم احساس میکنم که الان پردازش لازمه و قراره بگم خب مثلا، خب به عنوان مثال، به جای که از این واژه استفاده کنم چند لحظه سکوت کنم. مثلا الانی که من چند لحظه سکوت کردم، چرا؟ چون میخوام حرکت بعدیم رو پردازش کنم و بهش فکر کنم. خب میگید یعنی در کسی از ثانیه اتفاق میفته، شاید بعضی از حرکت‌ها نیاز به پردازش بیشتری داشته باشه. قدرت مغز ما خیلی بیشتر از ایناست، دست کم نگیریدش. یکی دیگه از داستان‌ها، رضا میگه دردش کم نیست. رضا تو میتونی به جای کش مثلا یه قاشق داغ کنی، قاشق بچسبونی رو دستت اگه دنبال درد زیادی، یا یه نفر رو بهش یه خلاصه شلاقی کمربندی بدی، بگی آقا هر موقع من گفتم تو مغز منو هدایت کنی، چهار تا شلاقی بزنه، چهار تا کمربند بزنه، اون وقت درد رو بهتر میتونی دریافت کنی. خب آره داشتم
یک ثانیه برای مغز کمه؟ نه نه، مغز میتونه در کسری از ثانیه پردازش های کامپیوتری خیلی بالایی انجام بده. اصلا دست کم نگیرید مغز رو که بگید یک ثانیه برای یک پردازش، پردازش خیلی بالاتر از ماست. خب صحبت کردن با سرعت در خلوت و تنهایی، صحبت کردن با سرعت در تنهایی به این مفهومی که شما یه تمرین رو من اون جلسه بهتون گفتم، مدخوانی کنید با صدای میانه، حالا همین مدخوانیه رو تون تون بخونید. وقتی سرعت کلامی رو بالا میبرید چه اتفاقی رقم میخوره؟ پردازش ذهنیتون رو تقویت میکنید، یعنی به سیستم عصبیتون دارید میآموزید که وقتی میخوای برید دنبال یک واژه و یک لغت بگردی در درون دامنه لغات ذهنی، این کار رو سریعتر انجام بده. مثل ماهیچه های تنبل میمونه دیگه، شما یه مدتی وقتی ورزش نکنید خب رخوتی در شما ایجاد میشه، کسالتی در شما ایجاد میشه که عملا نمیتونید باش کنار بیاید دیگه، ببینید ماهیچه هاتون یا دردی بهشون عارض میشه. خب این رو تقویت میکنید، تقویت کردنش هم اینه که سرعت میدید در اون حرکت. یعنی شما در باشگاهی که قرار گرفتید، حالا اینجا رضا از باشگاه حرف زد، در باشگاه که قرار گرفتید مربی میاد بالا سرتون میگه خیلی یواش داری این وزنه رو میزنی، سرعتتو ببر بالاتر، سرعتتو ببر بالاتر، یعنی اجازه نده که ماهیچه های تو تنبل بار بیان. اوکی؟ پس چیکار میکنی؟ یکی راهش اینه که بیاین صحبت کردن هامون رو یا مدخوانی هامون رو با سرعت بالا انجام بدید. اینا تمرینه بچه‌ها، یه وقت فکر نکنید در مذاکره ما باید تون تون حرف بزنیم تا مغزمون فرصت به این که تکه کلامی رو ایجاد بکنه نداشته باشه. نه، اونجا ممکنه در تون صحبت کردن شما باز یه سری عارضه های دیگه ای براتون ایجاد بشه، در این که ممکنه نتونید کامل حرف بزنید یا مسئلتون رو کامل در بحث مذاکره و متقاعدسازی به مخاطبتون برسونید. پرهیزگار که میگه تنبیه منسوخ شده، ما اینجا از تنبیه بدنی صحبت نکردیم دیگه، حالا اگه منظور رضا باشه که خب پاسخ رضا رو دارید، ولی اگر منظور این که این تنبیه ممکنه منسوخ شده باشه، نه، موضوع شرطی سازی یا مواجهه سازی یا حساسیت زدایی منظم هنوز که هنوز قابل استفاده، حتی در تکنیک های رفع ترس و فوبی و اینجور مسائل. اما اینجا ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از این که ما ذهنمون رو عادت بدیم. سه تا تکنیک گفتیم، این سه تا تکنیک میتونه به فراخور برداشت های هر فرد براش قابل استنباط و استفاده باشه. یکی ممکنه با این شرطی سازیه به نتیجه برسه، یکی ممکنه در سکوت در بین صحبت و یکی با سرعت بالا در صحبت. پس این میتونه انتخاب شما بر اساس شناختتون از خود باشه. در همین راستا میخوایم برسیم به یک مبحث جدید، منطقه من میخوام از این فرصت استفاده کنیم که دوستان بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. اگر موضوع تکه کلام برای شما مسئله یا سوال یا ابهامی رو داره مطرح بکنید، اگر نه من مبحث وضعیت فیزیکی رو هم خدمتون بگم که بتونیم تو این جلسه این دوتا موضوع رو گفته باشیم. اگر سوالی دارید بچه ها میتونید الان در چت باکستون بنویسید. حسین اسلاید اول رو میخواد بذارید من براش بیارم. اسلاید اول این جلسه منظورت حسین یا اسلاید قبلی یا اولین اسلاید؟ چون موضوع مرتبطه به این موضوع رو میخوام مطرح کنم براتون. تکنیک اول شرطی سازی بود. روی اسلاید ها منظور تکنیک اوله. اوکی. انرژی در کلام بود. خب مباحثش هم این موارد بود، چه عواملی روی انرژی در کلام اثر میذاره. امیر نجفی متنت رو یه جوری نوشتی من متوجه منظورت نمیشم، تون صحبت کردن منظورت رو واضح تر بگو، کلمات به هم چسبیده مشخص نمیشه. خب یکی از بچه ها توی یادداشت اشتراکی این مطلب رو گذاشتی که تکه کلام خوب هم میتونیم داشته باشیم. ببین تکه کلام
تکرار یک واژه است، تکرار یک آواز، تکرار یک جمله است. ما در تکیه کلام از واژه های بد که استفاده نمی کنیم، عملا واژه های خوبه، اما چون تکرار میشه، تکرارش برای مخاطب مسئله ایجاد میکنه. و منظور اینه که این تکراره رو از کلامتون بگیرید، وگرنه که بد نی. اما اینکه اگر بگی خب یه تکیه کلام رو ما همش استفاده کنیم، اگر به فاصله واژه بندی استفاده کنید، بله میتونه برای شما شاید امتیاز به حساب بیاد. فرض کنید من مهران مدیری رو مثال بزنم، یه سری تکیه کلام ها رو در بعضی از سریال هاش ایجاد میکرد، اینها رو تکرار نمیکرد در یک جمله یا یک دیالوگ. ممکن بود که مثلا در یک سکانس 2 دقیقه‌ای یک بار دو بار تکرارش کنه، همون باعث جذابیت اون سکانسش بشه. شما میتونید از موارد خاصی استفاده کنید که براتون حتی امتیاز به حساب بیاد، اما تکرارش آزاردهنده نباشه. پس کنترل بشه و کنترل رو شما دست بگیرید، این میتونه براتون حتی امتیاز هم به حساب بیاد. بچا توی گفتگوی عمومی بیاید مطالبتون رو بنویسید، توی یادداشت‌های اشتراکی ننویسید، بعضی از بچه‌ها اشتباها اونجا می‌نویسن. خیلی دنبال کتاب الان نباشید، مباحث رو ما همینجا مطرح میکنیم و تعاملی با هم جلو میبریم. خب در مورد لهجه هم من توی جلسه حتی در مورد تکنیکاش بهتون میگم، اینکه لهجهمون رو چجوری کنترل کنیم. دقت داشته باشید لهجه رو ما حذف نمیکنیم. چرا؟ چون لهجه یک اصالته، لهجه خودش یک ساختاریه که حتی میتونه یک جای شما رو جلو ببره. در موردش حتما براتون مطلبش رو بیان خواهم کرد در جلسه خودش. علیرضا در مورد نیت در پس کلام میگه بله اون نیت خوبه، اما مخاطب ما قبل از اینکه نیت ما رو بداند کلام ما رو داره میشنوه، پس اون کلام باید بهینه باشه براش. رضا در مورد تیپ شخصیتی صحبت کردیم و صحبت هم خواهیم کرد، اوکی، در جلسه خودش انشاءالله. خب رفت در فضای مشاعره و محاوره و تفاسیر، بریم نکته بعدی رو من بگم، از فرصت باقی مونده استفاده کنیم تا قبل از اینکه کلاس بعدی بخواد شروع بشه. یه وضعیت فیزیکی هم بگم که این مطلب دیگه توی این جلسه جمع بشه. بچه شما دارید با تلفن صحبت میکنید، زمانی که با تلفن صحبت میکنید ممکنه که اصلا در یک محیط رسمی نباشید، خونه باشید، تو محیط خونتون باشید، مشتری به شما زنگ زده، یه وقتی هم از ممکنه در محل کارتون باشید. خب موضوع محل کار که مشخصه دیگه، شما تو محل کارتون رسمی هستید، لباس رسمی میپوشید، یه حس اقتداری اون لباس رسمی به شما میده، یقینا شما با پیژامه و رکابی که سر کار نمیرید، با یه لباس رسمی سر کار میرید و اصلا همون به شما یک اعتبار حسی میده. پشت میزتون میشینید، با یه حال مشخصی میشینید. خب ما میخوایم در محیط کار بگیم چه جوری باشید. سعی کنید اون لباسی که به شما اون حس اعتبار رو میده همیشه داشته باشید. پشت میزتون با یک زاویه 90 درجه بشینید، چون در موضوع اندامهای گفتاری این اثر مطلوبتر باید بشه، به دلیل اینکه شما دیافراگمتون باید در وضعیت خوبی قرار بگیره، ششهاتون در وضعیت خوبی قرار بگیره، حنجرتون در وضعیت نرمالی قرار بگیره که بتونید گفتگو کنید. فرض کنید شما پشت میزتون خم بشید، الان من یه مقدار پشت میزم خم میشم، صدای من یه مقدار گرفتگی ایجاد میکنه. چرا؟ چون هم داره روی حنجره من فشار میاد، هم داره روی دیافراگم و ششهای من فشار میاد. حالا من بیام زاویه‌ام رو تغییر بدم و به صورت 90 درجه بشینم، صدا رساتر میشه، گنجایش کلامی بیشتر میشه، حجم صدا افزایش پیدا میکنه، لحن من بهتر میشه، گرفتگی نخواهد داشت و اندام‌ها در بهترین حالت خودشون دارن کارشون رو انجام میدن. پشت میزتون سعی کنید از هدفون استفاده کنید، چون باعث میشه که شما بتونید خستگی های احتمالی رو از خودتون بگیرید. زمانی که شما گوشی رو با دستتون کنار گوشتون نگه میدارید، خب خستگی دست شما ممکنه در کلام شما اثر بگذاره.
بودن گوشی در کنار گوش شما و خستگی که روی گوش شما، روی گردن شما ایجاد میکنه، روی شونه شما ایجاد میکنه، ممکنه که از انرژی در کلام شما کم بکنه. پس استفاده از هدفون، هندز فری و انواعی از مسائل این شکلی میتونه به شما در اون حالت اقتدار کلامی کمک کنه. ایستاده صحبت کردن و نشسته صحبت کردن، اگر بخوایم اولویت براش در نظر بگیریم، میگیم در حالت ایستاده شما تمرکز بیشتری خواهید داشت تا در حالت نشسته. چرا؟ چون وقتی بدن در یک ثباتی قرار میگیره، تقریبا به یک خواب موقت بعضی از اندام ها فرو میرن و این باعث میشه که یک آرامیدگی موقت ایجاد بشه براتون و این آرامیدگی شما رو ببره در ورطه عدم تمرکز. ایستاده بودن شما باعث میشه که انتقال تغذیه‌ای از طریق گردش خون شما که حالا اکسیژن باشه و حتی موارد به دست آمده در سیستم گوارشی شما، شما رو در یک فرایند بهتری قرار بده. در مورد تنفس این رو نکته بار خدمتتون بگم که شما وقتی که بتونید تنفس خوبی داشته باشید، یعنی سوخت و ساز اکسیژن و دی اکسید کربن، تبادل اینا در بدن شما بهتر اتفاق میفته، اکسیژن کافی و بهتری به سیستم عصبی شما وارد میشه و باعث میشه پردازش های شما همراه با یک مسیر سهل و آسانتری اتفاق بیفته. همونطور که یه سیستم کامپیوتری فنی برای خنک کردن داره در موقع پردازش بالا، سیستم عصبی ما هم نیاز به خنک کردن داره که با اکسیژنی که بهش میرسه، به سلولهای عصبی میرسه، این اتفاق رقم میخوره. سعی کنید نور محیطتون تنظیم باشه و از عواملی که باعث ایجاد رنجش خاطر برای شما در محیط میشه فاصله ایجاد کنید. ممکنه بودن یک گلدان در محیط کار شما، شما و تمرکز شما رو به هم بزنه، میتونه نباشه. نور ناکافی یا حتی نور بیش از اندازه، ایجاد صداها، گرما و سرمای محیط شما میتونه از عواملی باشه که شما رو از یک حالت نرمال به یک حالت غیر نرمال و عذاب آور هدایت کنه و باعث بشه که نتونید مذاکره خوبی رو رقم بزنید یا مکالمه خوبی رو. در ادامه وضعیت فیزیکی بریم سراغ این که از محیط کار اگر خارج بشیم و در محیط غیر از کار خواسته باشیم ما مکالماتمون رو جلو ببریم، چه اتفاقی رو رقم بزنیم. اگر تو خونه هم که هستید، سعی کنید لباس مناسب رو موقع گفتگو بتن کنید. یعنی اگر شما رو مبل نشستید، لم دادید روی مبلتون، حالا با پیژامه و راحتی نشستید توی خونه، این وضعیت درسته که وضعیت خونگیه، اما پشت خط شما یک مذاکره داره اتفاق میفته. سیستم روان شما وضعیت شما رو تحلیل میکنه، وضعیت پشت خط رو هم تحلیل میکنه، به یک تعارض میرسه، میگه اگر فضا رسمی و جدیه پس این ظاهر یعنی چی؟ پس سعی کنید در زمانی هم که حتی در محیط خارج از کار هستید و در ریلکسیشن خودتون، در تمرکز اولیه خودتون، در محیط خونه هستید، در هنگامی که قرار یک مکالمه یا مذاکره تلفنی داشته باشید، کمی قالب رسمی رو به خودتون بدید. حالت بدنتون رو تنظیم بکنید، لمیده نباشید، نشسته باشید، ایستاده باشید یا در حالت حرکت باشید و محیط رو آری از کلام‌های عام کنید. یعنی تو محیط خونه ممکنه که با شما خونگی صحبت میشه دیگه، از اون فضا خارج بشید یا سعی بکنید فضا رو در زمان مکالمه چیکار کنید؟ آری از این پارازیت های کلامی و پارازیت هایی که مانع از مکالمه مذاکره شما میشه قرار بدید. تا جایی که امکان پذیره خب محیط خونگی محیط مذاکره نشه، ولی یه وقتی از مشتری شما زنگ زده عصر شما تو خونه اید و اون شرایطی بوده که اصلا تو خونه قرار بگیرید و خب اگر پاسخ ندید ممکنه که یک معامله رو حتی از دست بدید، بنابراین ناگزیر به صحبتید. سعی کنید در محیط خونه هم کمی نیمه رسمی با خودتون رفتار بکنید تا بتونید مذاکره خوبی رو رقم بزنید. خب تا اینجا کفایته. سوالاتی که دوستان مطرح کردن رو من پاسخ بدم و اگر سوالی هست در 5 دقیقه پایانی مطرح کنید. الهه میگه که ما دفتر کار نداشته باشیم و کالا رو از تامین کننده دریافت کنیم و مشتری بخواد حضوری با ما صحبت کنه، من امکان کجا باید فراهم بشه؟ خب الهه، این موضوعی که تو مطرح میکنی در مورد وضعیت مذاکرات حضوری مون داره رقم میخوره. من یه اشاره میکنم، ان شاءالله در موردش خودش در موردش میگیم.
نبود دفتر کار یه ضعف به حساب نمیاد. چرا؟ چون شما میتونید این موضوع رو در دفاتر تامین کننده ها، در دفاتر دوستانی که تو این زمینه ممکنه کمکتون کنن و یا حتی در لابی هتل ها انجام بدید. موارد مشابه زیادی داریم تو این زمینه ها که این اتفاق رو رقم میزنه که مشتری شما در یک لابی هتل با اون مذاکره انجام بدید یا با هماهنگی با تامین کننده در دفتر او این اتفاق بیفته. حالا شاید صحبت بر این باشه که خب دفتر ما رو نبینه چجوری به ما اعتماد کنه. بحث اعتماد سازی رو در موردش مفصل صحبت میکنیم، اما این به مفهوم این نخواهد بود که اعتمادی به ما نکند. اعتبار شما، نحوه گفتگوی شما، پر بودنتون نسبت به مسائل ارتباطی و اطلاعاتی حوزه کارتون میتونه حد زیادی این موضوع یا این نقیصه اولیه رو برای شما حل و فصل کنه. پس نگرانش نباشید، در موردش انشاءالله صحبت زیادی خواهیم داشت. چجوری تنفس کلمات رو تنظیم کنیم که کلماتمون با فاصله ادا نشه و از طرف دیگه نفس کم نیاریم؟ تنفس عمیق یا دیافراگمی خودتون رو بیشتر کنید، سعی کنید هوای بیشتری در شش هاتون ذخیره سازی کنید که موقع صحبت کردن نفس کم نیارید. این نکته اساسی داره. مدخانی با صدای متوسطتون رو هم ادامه بدید، چون اون باعث میشه که شما به شدت سرعت کلامیتون رو تنظیم کنید. این نکته ای رو هم که در این گفتگو برای حذف تک کلام گفتیم که چجوری شناسایی بکنید، ضبط کردن صدا، سعی کنید صداتون رو ضبط کنید، بعد گوش کنید تا لحنتون و سرعت کلامیتون رو هم بتونید تنظیم کنید. آیا استرس تاثیر منفی در تجارت خواهد داشت؟ استرس نوعی فشار به حساب میاد که میتونه عوامل روانی و عوامل جسمانی داشته باشه و حتما به یقین در هر جایی که استرس وجود داره اون لوکیشن، اون موقعیت دچار تنش خواهد شد. پس چه تجارت چه غیر از تجارت میتونه اون استرس اثرات منفی رو به بار بیارد. خب، راه رفتن در زمان مذاکره خوبه، در حدی که شما رو دچار متابولیسم بالا یا سوت و ساز بالا نکنه. آره، یه وقت ممکنه راه رفتن شما دچار کم بودن تنفستون کنه، یعنی شما تونتون را برید و نفس کم بیارید یا تمرکزتون به هم بخوره. متعادل رفتار بکنید در راه رفتن میتونه تأثیر مثبت کنه برای شما. چرا؟ چون گردش خون کمک میکنه تا شما بتونید سلولهای عصبیتون رو تقویت کنید. یکی از اتاقای خونه رو میشه آماده کرد برای مذاکرات تلفنی؟ بله، میتونه این باشه، چون مذاکره تلفنی است. حضور در دفتر تامین کننده باعث نمیشه که مشتری برای دفعات بعدی. ببینید، این مسائل مربوط به تامینه. اگر شما با تایید قبلی، هماهنگی قبلی، قرار قبلی و توافق قبلی با تامین کننده تون این کار رو رقم بزنید، نه، باعث نمیشه که اون مذاکره به اون سمت بره. مذاکره رو شما قرار انجام بدید. هر بعضی مواقع لازم میشه مشتری تامین کننده همو ببینن. باز هم اینا برمیگرده که شما چجوری مسئله رو رقم بزنید. کسی که تون حرف میزنه چیکار کنه که آهسته تر صحبت کنه؟ این برمیگرده به این که تمرین های مدخانی با صدای میانه رو خوب انجام بدید، کامل انجام بدید تا بتونید سرعت کلامیتون رو تنظیم بکنید. حالا اگر تند حرف میزنه کندترش کنه، کند حرف میزنه تندترش کنه. خب، ممنونم از مشارکتتون و ممنون از اینکه در این جلسه حضور داشتید. من کلاس رو خاتمه میدم تا فرصتی باشه برای کلاس بعدی و که اساتید کلاس بعد بتونن از کلاس استفاده کنن و همچنین شما. در مورد بحث تامین کننده محمد حسین حتما صحبت خواهیم کرد. ممنون از مشارکتتون. باقی روز براتون خوب رقم بخوره و فردای بهتر. پیروز سربلند باشید. خدا نگهدار.